فیلم سینمایی جنگ تیرها محصول سال 2011 <applause> این فیلم کره یکی از فیلمای مورد علاقه منه داستان از دو تا بچه به نامهای نامی و خواهر کوچکترش جاین شروع میشه یه توطعه بزرگ علیه پادشاه فعلی رخ داده شورشیا دارن هر کی که به پادشاه مربوط میشه رو قتل عام میکنن حالا این دو تا بچه پدرشون چونگ پیونریانگه که یکی از افسرهای پادشاه فعلیه و سمی میخوان اونو بچه هاشو بکشن اون بچه هاشو همراه دوست سمیمیش میفرسته که فرار کنن و خودش جلوی شورشیا وای میسه تا حواسشون رو پرت کنه موقع فرار جایین به برادرش التماس میکنه که برگردیم تا به پدر کمک کنیم ولی نامی میگه این کار مخالف درخواست پدره و پدرشون روبروی سربازهای شورشی مقاومت میکنه و جلوی چشمای بچه هاش کشته میشه از این موضوع که الان بهتون گفتم 13 سال میگذره نامی الان تبدیل به یک مردی شده که توی تیراندازی با کمان به شدت ماهره علتش اینه که از اون موقع تا الان تفریح اون شکار کردن توی جنگل بوده. اون و خواهرش الان توی روستای تقریبا دور افتاده توی دوره چوسان پیش همون دوست پدرشون زندگی میکردن. دوست پدرشون یه پسر تو سن و ساله نامی داشته به نام سوگون. سوگون که احترام خاصی به نامی و جاین داشته همیشه میره به نامی میگه من تو تمام این مدت از خواهر جاین خوشم میومد. و اگه اجازه بدی میخوام باهاش ازدواج کنم نامی که کم از این موضوع عصبانی میشه با سگون درگیر میشه نامی دوست نداشت که خواهرش الان ازش جدا بشه ولی بالاخره راضی میشه و میذاره که خواهرش با سگون ازدواج کنه توی طول عروسی نامی میره شکار آهو تا اون آهو رو به خواهرش هدیه بده و جایین و سگون مشغول مراسمات ازدواج بودن که اینجا متوجه موضوع عجیبی میشن و اون لرزش زمین بودن این لرزش ناشی از حجوم صدها سرباز منچوری به اونجا بوده منچوری یه قوم متجاوز بودن که توی شمال شرقی چین زندگی می کردن. نامی به روستا بر می گرده. می بینه که دوست پدرش که توی این 13 سال بزرگشون کرده بوده به طرز وحشیانهی کشته شده و خواهرش و شوهر خواهرش رو اسیر کردن و بردن او سعی میکنه بره دنبال خواهرش جاین توی راه با یه سری سربازهای منچوری برخورد میکنه سربازهایی که تحت رهبری ماهرترین فرماندهشون جیوشینتا بودن اونا اول فکر میکنن که نامی فرد ساده فراریه ولی وقتی میبینن که نامی یکی از سربازاشون رو به راحتی آب خوردن میکشه مشکوک میشن و تعقیبش میکنن اونا میبینن که نامی توی تیراندازی یه مهارت عجیب و غریب داره جیوشینتا از توانایی اون متحیر شده بوده اونا توی جنگل نامی رو گم میکنن و نمیتونن پیداش کنن اما متوجه میشن که نامی از سیرهای استفاده میکرد که انتهاش قرمز رنگ بود و از این موضوع میشناسنش نامی از طریق سوال پرسیدن از یک سرباز مجروح منچوری متوجه میشه که ارتش منچوری از سیرها رو به کجا برده و میره به اون سمت اونجا که از فرمانده های منچوری در حال تحقیر کردن مردم چوسان بوده و بهشون میگفته که میذارم فرار کنید اما هدفش زجر کش کردن مردم بوده. ولی در نهایت با کمک سوگون و از ور برگشتن نامگی اونا میتونن اسیران رو نجات بدن اما نکته تلخ اینجا بود که زنان جوان اسیر توی این جمع نبودن و اونا رو برده بودن به اردوگاه شاهزاده منچوری در اس اونا زیباترین و جوانترین زنها رو جدا کرده بودن و برده بودن به اون اردوگاه تا بهترینشون سهم سربازها و شاهزاده بشن و ظاهرا جایین قرار بود که سهم شاهزاده بشن نامی به همراه سوگون و چند نفر دیگه میرن سمت اون پادگانی که دختران اونجا بودن و میبینن که جایین اونجاست در حالی که شاهزاده منچوری داشته جایین رو اذیت میکرده و تحقیرش میکرده جاین سعی میکنه که با یک سیخ به شاهزاده آسیب برسونه اما موفق نبوده اما توی همین لحظه نامی به صورت مخفیانه وارد چادر میشه و شاهزاده رو دستگیر میکنه بعد فراری دادن همه اسیرها نامی روی بدن شاهزاده مشروب میریزه و دستش یک مشعل آتیش نگه میداره چون میخواسته اونو بسوزونه نامی به جایین و سگو میگه که فرار کنید و یه که خودشون میدونستن با هم یه قراری میذارن که بعد چند روز همو ببینن نامی واسه اینکه خواهرش و شوهر خواهرش فرصت فرار داشته باشن تا طلوع آفتاب شاهزاده رو گروگان نگه میداره و بعد اونو جلوی سربازهاش زنده زنده میسوزونه و از اونجا فرار میکنه جیوشین تا تا میرسه اونجا میبینه که بدن شاهزادهشون به طور کامل سوخته شده و متوجه میشه همه اینا بازم کار نامیه اون عهد میبنده که نامی رو شخصا بکشه اون با ماهرترین سربازهاش حرکت میکنه به سمت نامیگی نامی که به همراه دوتا از دوستاش بوده متوجه حضور اونا میشه توی راه اون دو نفر خودشون رو فدا میکنن تا نامی فرار کنه نامی موقع فرار جلوش یک مسیر درمانند رو میبینه که پایینش رودخونه بوده اون چاره ای نداشت از این که از این فاصله زیاد و از این ارتفاع وحشتناک بپره پر اومر صخره بعد پریدن فورا پشت یک سنگ بزرگ پناه میگیره تا تیرهای سربازهای منچوری بهش برخورد نکنن سربازها دونه دونه این نامیی میپرن اون بر سخره. اما توی همین فرصت نامی سه نفرشون رو با مهارت عجیب و غریب تیراندازیش میکشه. جیوشینتا اعصابش خورد شده بود. حتی نامی برادر جیوشینتا هم میکشه. جایی که جیوشینتا اجازه نمیده که جسد برادرش بیافته پایین. و حتی تو همین فرصت نامی میتونست خود جیوشینتا رو هم بکشه اما این کار رو نمیکنه که برای همشون عجیب بود این کار. سربازای منچوری کمتر شده بودن و از اون و تیرهای نامی داشت تموم میشد. ببین سکان فیلم یعنی از این نقطه به بعد انقدر جذابه که باید فیلم رو ببینی تا متوجهش بشی. حالا آخرای ویدیو در موردش باتون حتما صحبت میکنم. جیوشین تا بعد احترام به جسد برادرش میره دوباره به سمت نامی. اون موفق میشه که دست نامی رو زخمی کنه. نامی وارد قسمتی از جنگل میشه که انگار اونجا رو میشناخته و شروع میکنه به سر صدا کردن و در آوردن صداهای عجیب و غریب انگار منتظر اومدن چیزیه به نظر میرسید که دیگه سربازهای منچوری نامی رو گیر انداختن جیوشین تا میره به نامی میگه چرا اونجا روی سخر منو رو نکشتی؟ میخواستی منو تحقیر کنی؟ الان باید با زجر بمیری و به سربازش دستور میده که دست و پای نامی رو قطع کنند. اما تو همین لحظه یه ببر وحشی به اونا حمله میکنه و یکی از سربازهای منچوری ها میکشه نامی از بچگی میدونسته که همیشه این بخش جنگل یک ببر وحشی وجود داره و بارها اون ببر رو دیده بوده واسه همین سر صدا میکرده سربازهای منچوری اون ببر رو میکشن کار به جایی میرسه که نامی فقط سه تا تیر داشتهش ولی چهار تا سرباز منچوری باقی مونده بودن اینجاهاش انقدر بینظیر و جذابه که صد بارم ببینم خسته نمیشم یکی از سیرای نامی سرش شکسته بود نامی اون تیر رو میشکونه و با ابزارهایی که داشته سرش رو تیز میکنه اما اون تیر چون سرش فلز نبود قابلیت عبور از زره رو نداشت نامی فقط میتونست اونو به قسمتی از بدن دشمن بزنه که اونجا محافظی نداره مثلا گردن یا پا ولی دوتا تیر دیگه ای که داشت خیلی جالب بودن اونا سرشون جوری بود که میتونست هر زرهی رو سوراخ کنه حالا نامی همون اولین تیر رو میزنه به پای یکی از سربازای منچوری و با تیر بعدی نفر بعدی رو میزنه. الان فقط دو نفر سالمن که نامی جیوشینتا رو نشونه میگیره چون میدونسته که اگه اونو بکشه از پس اون یکی هم برمیان. اما درست وقتی که اون تیری داشت به بدن جیوشینتا برخورد میکرد یکی از سربازای منچوری که زنده بودش خودش رو فدا میکنه تا جون فرماندهش رو نجات بده نامی که تصور میکرد جیوشینتا رو کشته میره سمتی که با خواهرش قرار گذاشته بوده از اوور جیوشینتا که زنده بوده واسه انتقام میدوه دنبال نامی توی دشت باز نامی مقابل خواهرش بوده که خواهرش جایی متوجه میشه که جیوشینتا نامی رو نشونه گرفته خواهرش اول میخواست تیر رو بزنه به سمت جیوشینتا اما تصمیم دیگه ای میگیره اون به سمت نامی نشونه میگیره و تیر رو به بدن اسب نامی میزنه تا اینجوری تیر جیوشینتا خطا بره که موفقم میشه جیوشین و نامی حالا هر کدوم با یه تیر مقابل هم بودن و بینشون جاین جا حضور داشت اما جریان باد اون فضا جوری بود که نامی نمیتونست خوب نشونه بگیره واسه همین تیر جیوشینتا مستقیم به قلب نامی اصابت میکنه و تیر نامی خطا میره جیوشینتا که نامی رو تغییر میکنه سعی میکنه جلوی چشمای نامی سر خواهرش رو ببره اما نامی که از این موضوع خیلی عصبانی میشه اون تیری که توی قلبش بود و سعی میکنه در بیاره جایی داد میزنه این کارو نکن چون این کار باعث مرگت میشه من یه نکته پزشکی اینجا بهتون بگم این وسط اگه دیدید که کسی مجروح شده مثلا چاقو تو بدنش یا هر چی اصلا اون چاقو رو در نیارید همونطوری ببریدش دکتر اون با درد شدید و ضعف زیاد این کارو میکنه حالا چیز بگم چقدر گیریما خوبه تو این فیلم یعنی از بعد اینکه این تیر این رو در میاره ببینید که چقدر صورتش تیره تر شده چشماش چقدر قرمز تر شده این نکته های ریزو تو این فیلم دقت کنید نمره خیلی خوبی میتونید به این فیلم بدید نامی با درد شدید و ضعف زیاد این کارو میکنه جیوشینتا که مطمئن بود تیر نامی با این وضعیتی که داره به خطا میره واسه اطمینانم که شده خواهرش رو به بدنش نزدیک میکنه تا یه جورایی سپرش بشه تا نامی عملا با دستای خودش خواهرش رو بکشه اما تیر نامی به بدن جیوشینتا برخورد میکنه و در نهایت جیوشینتا میمیره و لحظات آخرم نامی در نهایت میمیره و خواهرش به همراه سگون و جسد بیجان نامی بر می به روستاشون و فیلم هم به پایان میرسه. یه موضوع جالب اینه که تقریبا بخش های زیادی از فیلم واقعیه جالبه بدونید که این فیلم توی سال 2011 پرفروشترین فیلم آسیایی شد سکانس های اکشن فیلم که بهتون گفتم به شدت معروف تو دنیا به هر صورت همراهان دوست داشتنی ترفند به بخش انتهایی ویدیو رسیدیم حتما یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون